بر من میذارید که سینجا بردارم. حالا این که بهترین ویژگی بود. سوال بعدی اینه که بدترین ویژگیم چیه؟ بدترین ویژگی اخلاقی. بعد تو آقایون چیه؟ آقایون رو من میدونم که چیز دوست داریم. اجازه بده تابسو میذاره چه سرنگه زمستون پرواز کردن، نامرئی شدن، ارواح رو دیدن. فکر میکنم خواندن ذهن آدم درسته؟ آفرین. آره خیلی دوست دارم بدونم که مثلا طرفی هندوانه چی بوی را انداخته؟ چی بوی خوبی داره مامان؟ هندوانه خیلی هندوانه باشه مامان چون این بویی که داره ازش میاد خانک میشه یعنی؟ خوشتن باشه هندوانهش خوبه. به پسره گفتم آقا ببین یه هندوانه خیلی شیرین به من بده. گفتم من اینطوری نیستم که برم خونه الان ببینم که وسط شل باشه خوب نباشه دوست ندارم، به هم یه هندوانه خیلی خوب بده. برمان میذاریش که سینجا بردارم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، انشالله هر کوچیکی هستین حالتون خوب باشه، تنتون سلامت باشه. دوستان من خونه بودم، میرم فردیج ما تماس گرفت و ماما جا میای خونه کارت دارم برای خنج شده بودم چه خواهی من راستش رو بگم بایی چی باشو بیا کارت دارم دیگه. اومدم اینجا و دیدم میگه که میخوام ویدیو تهیه کنم. آره حالا ویدیو میگم چه ویدیوی؟ خب میگم که وسیله شما آماده میکرده. این گفت نه این ویدیو امروز چالشیه، میخوام از وقت یه سوال جوابایی تخصصی کنم. حالا سوال جوابیش چیه دیگه من نمیدونم. ماما خبر نداره. منم سلام میکنم به همه که امیدوارم که حالتون عالی باشه. همونطور که ماما جان گفت به ماما گفتم ماما بیا امروز یه ویدیو میخوام پر کنم، بعد اینکه میخوام ازت یه سری سوال بپرسم. ماما سوال در مورد چی؟ گفتم نه دیگه اونطوری چیز میشه، خبر داشته باشی جلوی دوربین دیگه جالب نمیشه. اینکه خبر نداشته باشی سوالا رو من ازت بپرسم خیلی بهتره. حالا سوالی که من ماما میخوام بپرسم سوالی اینه که من ببینم مامان چقدر منو میشناسه. آره یه سری سوال در این مثلا توی این موضوعاته که ببینم مامان نسبت من چقدر شناخت داره، تو موقعیت های مختلف منو چجوری میشناسه. دیگه گفتم ازش بپرسم، سوال دارم نوشتم آماده کردم گذاشتم دیگه، بعد بریم سراغش دیگه. سوال سخت اون بچه برام نمیزه. سوال سخت نیست، تمام خودمه. آره میخوام ببینم چه خفه در میشنسی. شروع کنی؟ در بیارم سوال رو. سوال رو میجای امشان توی دفتر گذاشتم اینجا، بعد توی این کشوی میز گذاشتم که نمی دست باشه. خب میخوای چایی تو بخوری بعد شروع کنم یا شروع کنم؟ چایی که کنم دو باشه درسته؟ دابه فعلا یه ذره داره جا داره. نه دیگه نپرسه. آها چند تا سواله میتونی بپرسی؟ آها بیست و یکی دو تا سواله. دو تا صفحه است. بیست و یکی دو تا سواله دیگه. آماده ای؟ بله. بریم سر سواله جنجالی. خب اولین سوالی که نوشتم ماما، بهترین ویژگی من چیه؟ ویژگی شخصیتی. حالا به خاطر اینکه جلو دوربینیم یا اینکه من بچه‌تم تعریف علکی نکنی، ولی اون شخصیت من، اون ویژگی که دوستش داری بولده تو چشمیات چیه؟ دوستان یعنی بهترین ویژگی فردیشون اینه که یعنی اولش خیلی مهربونه عزیزم، یعنی به قدری مهربون و خوش اخلاقه که
دوستا یه سری آشنا فامیل یعنی مهربون صداش میکنن. دختر مهربون جدی میگم اینو. و سومیش هم اینه که بازم ادامه داره. من خواستم سوال بندم بازم من گفتم یه ویژگی یه دور دیگه هست که خیلی عالیه، خیلی مهمه، اینه که یعنی واقعا هر کاری از دستش بر بیاد، چه برای دوست باشه چه برای فامیل آشنا، یعنی تا جایی که بتونه مایه بذاره کمکش میکنه. حالا چه از نظر حالا دیگه واقعا دارم آب میشم برم تو زمین. خب نه بس دیگه ادامه ندیم. خب بریم سوال بعدی. حالا این که بهترین ویژگی بود، سوال بعدی اینه که بدترین ویژگی چیه؟ بدترین ویژگی اخلاقی. بدترین ویژگی اخلاقی که اصلا بگم نداریم. نه که بخوام جلو دور بگم، واقعیت دارم میگم. فقط یه اخلاقی که داری اینو من دیدم، فریده جون یه مقدار عجوله، خیلی دوست داری مثلا کارا سریع انجام بشه، کارا رو دوست دارم زود انجام بشه، دوست داری که این کار سریع انجام بشه و اینا فکر نمی‌کنم خصوصیت بدی باشه، یعنی خیلی جاها من دیدم به نفعش بوده واقعا همینطوره. حالا درسته که دوست دارم سریع‌تر از اون چیزی که هست انجام بشه، ولی همینطور که مامان میگه خیلی جاها این موضوع کمکم کرد. خیلی برات خوب بوده. خیلی خوب بوده. یعنی حالا بعدا براتون تعریف میکنم دو سه مورد واقعا تو زندگیم پیش اومده که خیلی به نفعم شده این عجله که. یعنی عجله که نه، کارو سریعتر از اون چیزی که هست پیش بردم و خواستم به موقع انجام بشه. آدم بی خیالی نیست که بگی مثلا بی خیال این کار بذاری که دوست دارم کار سریع انجام بشه و انجامش هم میده. خیلی خوبه مامان جان. پس نم نشد بدترین ویژگی دیگه نداریم دیگه نپرسن. سوالای دیگه رو بپرس. آره بریم سراغ سوالای بعدی. خب سوال بعدی، سوال سوم. وقتی که ناراحتم عکس‌العملم چیه؟ وقتی که ناراحتیه؟ چی کار میکنم مثلا ناراحتیم رفع شه؟ فکر میکنم ناراحت میشی بری میگیری میخوابی، درسته؟ درسته؟ میگیری میخوابی بعد خیلی خوب تو خودتی خیلی هرس میخوری تو خودتی دیگه، نمید خب این طور دارم اذیت میشه دیگه. بعد من میخوابم، یعنی دفعه میبینی میخوابم بلند میشم اگه چیزی بخوام بخورم میخورم دوباره میخوابم، یعنی اصلا دوست ندارم انگاه بیدار باشم. بستگی موقعه و شدت ناراحتیم داره. مثلا میبینی یه موقعی ناراحتیم خیلی کمه، بعد اون موقع مثلا یه خود حالا دلم گرفته، دلخورم، ناراحتم، دوست دارم که برم رانندگی کنم. رانندگی دوست دارم. آره جایی که ترافیک نباشه. آقا ترافیک که اصلا آدمو عصبی میکنه، آدمو کلافه میکنه، جایی که خلوت باشه، راه باز باشه، برم رانندگی کنم تا به خودم برگردم. یا اینکه میخوابم دقیقا موقع درست کنم، یه غذایی میخوره دوباره میخوابه ولی خوابه بگذره، یه تایمی داره اون تایمی رو از بگذره، این طوره تندوسه ساعته یه شب تموم میشه. آره دقیقا یه چیزایی که تو وجود همه هست دیگه این ناراحتی ها. آره بعد وقتی که عصبانی هست، سوال بعدی، وقتی که عصبانی هستن چی کار میکنن؟ موقعی که عصبانی هستی نمیدونی؟ دلتون بخواد پرخور میشن، یعنی حل حوله غذا میبینین الان مثلا غذا خوردم یه ساعت دیگه دوباره شدید غذا میخوام، یعنی اشتها زیادتر میشه، اصلا پرخوری میکنم، عصبانی هم پرخور میشم. ما برم این اصلا تقه نمیدن آخه نمیدونم من میخوام میوه حله بوده آدم این که این ذهنش درگیره. آره این دوست داری مشغول باشه دقیقا. خب سوال بعدی میشه سوال پنجمه، وقتایی که خوشحالم چی کار میکنم؟
وقتی که خوشحالی، وقتی که خوشحالی و فکر میکنم که خب دوست داری بری بیرون بعد با دوستات باشی یا اینکه میایی مثلا با هم میریم بیرون یه پیش همیم دیگه یا مثلا میری یه خریدی انجام میدی مثلا دوست داری بری بگردی. آره اینا درسته. یه چیز دیگه هم هست اون دیگه من نمیدونم میرقصم. آره شادم وقتی که خوشحالم میزنم میرقصم واسه خودم میخونم. بعد مامان بعضی موقعا میگه حالا مامان یادش نیومد که من چیکار میکنم. مامان بعضی موقعا میگه چی داری میرقصی واسه خودت؟ میگم حالم خوبه دیگه دارم میرقصم. آره اینا ویژگی اخلاقی منه. خب این سوال ششم، خسیسم یا دست و دل باز؟ این که دیگه اصلا قرص نداره. یعنی به قدری این بچه دست و دل بازه، به قدری دست و دل بازه، یعنی اصلا حرف توش نیستیه. دست و دل باز هستم، میدونی چیزایی هم که دوست دارم، همیشه دوست داشتم، سعی کردم کارهایی که دوست داشتم رو انجام بدم، ولی پس اندازم میکنم. دیدی که مثلا چیز نیستم که بخوام علکی خرج کنم، خرجای بیهوده کنم. یعنی فکر اقتصادیش، برنامه‌ریزی اقتصادیش عالیه. از نظری که گفتی من خصیصم دست دلباز. آره، از اون من میگم. آره، دست دلباز هستی. یعنی حتی مثلا برای هدیه یفتن که دوستانی هدیه خوب بگیری، یعنی که یه خریدی میخوای انجام میده، اصلا تو خونه برای مواد غذایی اینا من نمیبینم که مثلا بخوای خصیص بازی در بیاری اونطوری می، ولی واقعا فکر اقتصادیش خیلی عالیه برای پس انداز کردن، برای برنامه‌ریزی تو زندگیش. یعنی اصلا حرف اول رو میزنه. خب الان دوادم خجالت میکشتم هرچا اون دست و دلوازی جدا این پیچ. آره دیگه اونم جدا دقیقا. خب سوال بعدی از ماما بپرسم، ماما من از چی میترسم؟ ارتفاع، تاریکی، من، جای تنگ. ارتفاع، تاریکی، مرگ، جای تنگ. تاریکی که ما حالا به اون شدت ترسیده. آره تاریکی رو نمیترسم. نمیشه مرگ. نه دیگه اینطوری ماما داره کمک میگیره، دونه گزینه ها رو داره حذف میکنه. اون چیزی که من میترسم باره ارتفاع هستیسم. ارتفاع رو ماما نمیترسم. من از ارتفاع نمیترسم. تو ارتفاع انگار تو دلم خالی میشه. دیدی تو دل یه دفعه یه حسی میخواه، انگار یه حس خالی شدن میاد سراغه. تو دلم خالی میشه، دلباره میگیرم. ترس نیست، من از جای تنگ، فوبیای تنگ ندارم واقعا. یعنی اصلا نمیتونم اینکه مثلا باشم تو آسانسور، بخواد آسانسور در خراب شه، قفل شه، یا اینکه یه جایی که تنگ باشه. مثلا براتون مثال بزنم، سوار مترو بودم، بعد شب عیدم بود، خیلی شلوغ بود. این موضوعی که میگم برمیگرده به 3-4 سال پیش. سوار مترو بودم، قطار شلوغ، پر جمعیت، بعد انقدر که حالم بد شده بود، خب تنگ، مردم همه دارن فشار میدن، میگفتم تو رو خدا اجازه بدید من پیاده شم. التماس میکردم، اصلا نمیشد پیاده شی. به دو تا دختره که پشتم بود گفتم خانم تو رو خدا فقط منو هول بده، من هول بدم برم جلو که میتونم پیاده شم. قشنگ احساس میکردم اگه 5 دقیقه دیگه توی اون شرایط باشم بیهوش میشم. من تو مشهد تو حرم امام رضا اینطوری شدم. خیلی بده اونطوری آدم پیاده. خودت هم جای تنگ رو دوست نداری؟ اصلا نمیشه. خیلی بده. خیلی، یعنی من حتی یه دستگاه امارای هم که باشه میخواد بره داخل، میترسم. یعنی فوبیای تنگناه دیگه. شما جایی که تنگ باشه نمیتونی. اصلا نمیتونم. وای خیلی بده. تاریکی و مرگم که اصلا نمیترسم. شد جای تنگ. خب سوال هشتم، اگه مامان 10 میلیارد تومان برسه دست من، باهاش چیکار میکنم؟ میرم ویلا میخرم یا میرم ماشین لوکس میخرم یا میرم سفر خوشگذرونی یا سرمایه گذاری میکنم؟ دیگه اون شناختی که من ازت دارم فکر میکنم سرمایه گذاری میکنی. سرمایه گذاری درسته؟ آره. حالا فرق نداره، سرمایه گذاری ممکنه همون ویلای باشه مثلا، برای ماشین نه ها، برای ماشین نه، ولی سرمایه گذاری ممکنه همون الان ویلا هست اصلا ده. آره هست مثلا همون
همون سرمایه گذاری که میکنم همون ملک منظورم دیگه. حالا یه ملکی تبدیل به یه ملک میکنم. بله. خب سوال بعدی مامان، اگه قرار باشه، این سوالو خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، اگه قرار باشه یه قدرت خاص داشته باشم، با شناختی که از من دادی کدومو انتخاب میکنم؟ یکیش خوندن ذهن آدم هاست، یکیش پرواز کردنه، یکیش نامرئی شدنه، یکیش ارواح رو دیدنه. کدومش؟ آخری چی بود؟ ارواح رو خواندن ذهن آدم ها. دومی؟ پرواز کردن، نامرئی شدن، ارواح رو دیدن. فکر میکنم خواندن ذهن آدم ها. درسته؟ آفره. خیلی دوست دارم بدونم که مثلا طرفی که روبروم نشسته، کسی که داره با من صحبت میکنه، در رابطه با من چی تو سرشه، به چی داره فکر میکنه. خیلی دوست دارم، کاش میشد. یعنی با من کاش میشد. پرواز کردن خیلی دوست دارم، چون خوابم زیاد میبینم در مورد پرواز کردن. یعنی من خواب میبینم که پرواز میکنم، بعد نه اینطوری ها، هم توی ایستاده انگار حس میگیرم میرم بالا، بعد این مدلی میرم، این صاف میرم. آره قشنگ اینطوری حس، بعد حس میگیرم میگم خب من الان بعد پرواز کنم میرم بالا، بعد این مدلی میرم همه جا رو میبینم. خیلی دوست دارم، ولی خب تو خواب چون زیاد میبینم. حالا قدیمی ها بود، یه فامیلی داشتیم خیلی سنش بالده بود. بعد من برش تعریف کردم که من خودم مثلا خواب بیارم پرواز میکنم، چقدر خوشحال شده بود. یعنی میگفتش که خب اونا حالا طبقه عقیده شده، چون مامانم تو خواب میبینه پرواز میکنم، من مثلا قشنگ پرواز خودت این بری پرواز میکنم، درسته؟ هم پرواز دیگه معموله. میگفتش که اینه که خواب میبینم پرواز میکنم، اینا آدم های خیلی مثلا بیگناهی هست، مثل یه اینکه مثلا اگه گناهانش هم بخشیده شده، جوانشون بهشتیه. یعنی واقعاً این اعتقاد داشته با خیلی خوشحال بودن، مثلا از تعریف میکردم دوست داشت. اینا میگه اونا خدا بیامو در دنیا رفت، خدا رفت کنه. چون پرواز کردن الان تکنولوژی اینقدر پیشرفت کرده که فکر میکنم تا چندین سال آینده دیگه به جای ماشین همه دیگه پرواز و دستگاه رو بزنن به کمر برن بالا. خب سوال بعدی، برای ارتباط با دیگران اگر بخوام با یکی ارتباط داشته باشم کدوم رو ترجیح میدم؟ راه‌های ارتباطیه: واتساپ، تلگرام، زنگ، اس ام اس. یعنی اینجوری که من فرادجون میشناسم، یعنی اصلا کلا با پیام و اینا مخالفه. پیام بازی هستن، یعنی میگه مامان اگه کاری داری فقط تلفن بزن. تلفن بازی نیست. آره اهل پیام بازی نیستم. پیام بازی خیلی برام سخته. یعنی من میگم یه کاری که مثلا داریم، صدای من هم گرفته، ببخشی من یه خود چایی بخورم. یعنی من میگم کاری که تو تماس داری، کاری که داری با یه زنگ تو یک دقیقه حل میشه، انجام میشه، ولی تو پیام همون رو باید بشینی ده دقیقه یه رو بیست دقیقه صحبت کنی. آره آره خیلی پیام درست نیست. من زنگو واقعا ترجیح میدم. خب حالا یه سری سوال نوشتم، این سوال دیگه فرق داره، در رابطه با یه سری علاقمندیامه، اینا رو ازت بپرسم. اینا دیگه کلن سیستم سبک سوال رو کلن تغییر کرد. اگه سه تا گزینه جلوم باشه بخوام برم، کدوم انتخاب میکنم؟ سینما، تئاتر، کنسرت؟ سینما، فکر کنم تئاتر باشه. تئاتر درسته. از چه نوعی؟ تئاتر کمدی. آفرین. خیلی من، یعنی من عاشق تئاتر کمدی ام. بعد سینما هم که میرم سعی میکنم فیلم های کمدی رو برم، ولی تئاتر رو اصلا یه جور دیگه دوست دارم. یعنی شما میبینید من یه تئاتر رو یه دفعه 10 مرتبه رفتم، انقدر موضوعش رو دوست داشتم یا انقدر جالب بوده، انقدر که روحی آدم شاد میشه، یه دفعه 10 بار رفتم. میدونی چرا گفتم؟ چرا؟ چون تئاتر سعید فاکسه رو خیلی رفتی. یعنی یه دونه از برنامه هاشو من فیلم کنم 3 بار رفتی دیدی. اینی که من خودم یادمه. دقیقا. سعید فاکسه رو خیلی راشم. آره تئاترای آقای سعید فاکسه رو من واقعا دوست دارم، تو کارشون واقعا حرفه‌ای. خب این سوالی که میخوام بپرسم مربوط میشه به سوال قبلی، به سینما و تئاتر. بازیگرای مورد علاقه تو خانوما کیان؟ تو
خانوما مهتاب کرامتی، درسته؟ یه بازیگر دیگه یه بودم که خدا رحمتشون کنه فوت کردن، خانوم بیتا فرهی. آره بیتا فرهی هم خیلی دوست داشتم. آره لیلا حاتمی هم دوست دارم و کاترین ریاحی، یعنی واقعا این چهار نفری که اسم بردم خیلی دوستشون دارم. آره مهتاب کرامتی هم که دیگه با شماره یکی خیلی دوستش دارم. بعد تو آقایون چی؟ آقایون رو من میدونم که چیز دوست داریم. اجازه بدید آقایون امیر آقایی. امیر آقایی دقیقا بازیگر مورد علاقه هم امیر آقایی و بهرام رادا. تو آقایون این دوتا بازیگر رو خیلی دوست دارم. بعد دیگه خواننده مورد علاقه هم. سوال بعدی، قبل از اینکه خواننده مورد علاقه هم بپرسم، سریال خارجی که خیلی دوست داشتم چی بوده؟ سریال خارجی رو که خیلی دوست داشتی میادم روشه نگاه میکردی چیز بود، فیلم فرار از زندان. درسته؟ درسته ماما داره. آره من سریال فرار از زندان رو بگم چهار مرتبه دیدم تا حالا. یه دفعه که سری کاملش رو تو کره بودم اونجا دیدم، دوباره تو ایران. ما یادته تا هفت صبح من بیدار میمونم پای تلویزیون. خیلی دوست داشتم، یعنی آخه یه جوری تموم میشد، انتهای هر قسمت یه جوری تموم میشد که شما منتظر بودید ببینید قسمت بعد چی میشه. قشنگ بود. آره انگلیسی بود. بله زیرنویس بود. بعد این سریال فرار از زندانی که من خودم دیدم چیز شدم، خیلی زبان انگلیسی تربیت شد. تازه میرفتم کلاس، بعد با سریال فرار از زندان یه دفعه زبان انگلیسی خیلی تربیت شد. خب خواننده مورد علاقه هم، سوال بعدی، توی قدیمی ها مثلا بذارین عموما اینطوری بپرسن، فکر کن من دارم میرم مثلا شمال تو جاده حالا هر شهری دارم میرم، بعد پشت فرمون دوست دارم که یه موزیکی رو گوش کنم. تو خواننده های قدیمی کیو گوش میکنم که یعنی هرچی بخونه خسته نشم؟ خواننده قدیمی بگیم برو من هستی باشه، درسته؟ من هستیه یکی دیگه هم هست. آقایون و خانوما. آقایون موینه. موین اشان میشتر سوا. آره موین رو خیلی دوست دارم، یعنی هر چقدر گوش کنم خسته نمیشم. من هستی هم همینطور دوست دارم، و ایبی، داریوش، بوبوش همه رو دوست دارم، ولی اینکه پشت هم گوش کنم خسته نشم من هستی و موینم. آره مامان برای من صبح بشم خواهم ایرا بزن. مامان آره یعنی وقتی خوابم برام بزن. آره مامان آهنگ خواب دوست داری. مامان خواهم ایرا رو خیلی دوست داره. تو خواننده‌های جدید چی؟ کدومو دوست دارم؟ موجم چه سواله یه همه میپرسی؟ مامان اول قدیمیه رو بپرس. آها خب باشه. اول جدیده رو نمیشنسن. آره جدیده رو من خودم مثلا رضا بهرام رو خیلی دوست دارم، مجید رضوی رو خیلی دوست دارم و مسیح و آرش رو دوست دارم، آهنگای اینا رو دوست دارم. ببین همشون الان عرفان طهماسبی، خیلی آهنگای عرفان طهماسبی رو دوست دارم. بعد میبینید که فرق داره، سبک ها فرق داره، یا مثلا یه سری آهنگای سنتی رو خیلی دوست دارم. سنتی هم گوش میکنم، ولی آهنگ رپ اصلا نمیتونم گوش کنم. یعنی رپ گوش میکنم سر درد میشم، اصلا نمیپسندم، رپ ها نیستم. خب سوال بعدی، اونطوری که منو میشناسی الان من بخوام برم تفریح، سه تا گزینه جلوم دارم، جنگل، کبیر، دریا، کدوم انتخاب میکنم؟ جنگل، کبیر، فکر میکنم کبیر. کبیر قشنگه، ولی انتخاب اولم کبیر نیست. آره انتخاب اولم جنگله. انتخاب دومم دریاه، انتخاب سومم کبیره. آها اینو بخواهم به سرق خودت گفتی، میری کبیر. عزیزم خب حالا دو مدل غذا سوال بعدی اینجاست، فست فود مثلا پیتزا، غذای سنتی قرمه سبزی. اینجا باشه من فقط یکیشو میتونم انتخاب کنم بخورم، کدوم انتخاب میکنم؟ پیتزا قرمه سبزی. پیتزا
هرچند پیتزا من فکر میکنم دوست دارین ولی قرمه سبزی بهتره. یعنی فکر کنید اینجا قرمه سبزی باشه با پیتزا، اصلا من دیگه پیتزا نگاه نمی کنم اصلا، مستقیم به سمت قرمه سبزی. خودتان قرمه سبزی؟ من اصلا کلن پیتزا خور نیستم. آره مامان دیگه، مگه اینکه مجبور بشه. خب میوه مورد علاقه هم؟ میوه مورد علاقه تابستون یا زمستون؟ چه زرنگه؟ چه زرنگه؟ زمستون؟ زمستون رو بگو؟ زمستون؟ فکر میکنم انار باشه، درسته؟ خیلی، یعنی من هر شب برای انار بخورم. انار میوه خیلی. تابستون چی؟ تابستون همه میوه، هم کمکش میکنم، همه میوه‌های تابستونی همه رو دوست دارم. آخه یه میوه‌ای هست که میبینم خودت مثلا مثل انجیر دوست نداری. نه انجیر یعنی اصلا نمیرم سمتش، خرمالو نمیرم، باشه میخورم ها ولی نمیرم دنبالش بخرم. خاطر میوه اولی که من خودم آره دقیقا. نه تابستون که میکنم گیلاس باشه، گیلاس، زردالو، شریف، گلو، همه رو دوست دارم. خب نوشیدنی مورد علاقه هم چیه؟ قهوه، چای، آب میوه. قهوه فکر میکنم اول چای باشه. چای بازم اینم به فصل بستگی داره ها. خب زمستونا 100% چای، بعد وقتی هوا گرمه دیگه شربت. آب میوه رو نیستم. آب میوه من یکی خودمون بگیریم تو خونه، خودم آب سیب بگیرم، آب پرتقال بگیرم، وگرنه این شرکتی ها رو اصلا نمیتونم لب بزنم. یعنی بمونه توی یخچال خراب شه آب میوه های شرکتی رو نمیخورم اصلا، نمیدونم شاید دوستم انگار به معدم نمیسازه میخورم. خب کدوم فصل رو بیشتر از همه دوست دارم؟ کدوم فصل رو؟ حالا باید انتخاب کنم ببینم، بهاره یا پاییز؟ پاییز. اصلا یعنی عاشق پاییزم. اصلا مدل هواش، آسمون نارنجیه، بعد یه دفعه رعد و برق میزنه، بارون میاد، باد میاد، خیلی قشنگه. باده پاییز خیلی به نظر من قشنگترین فصل خداست. بعد اون برگای پاییزی برگای که میریزه اصلا قشنگترین فصله، یعنی عاشق پاییزم. خودم متولد تابستونم ولی پاییز رو دوست دارم. بعد کلا سرما رو بیشتر دوست دارم، یعنی پاییز زمستون رو بیشتر دوست دارم تا تابستون. خب سرما بهتره، گرما آدم هم دیگه گرما اذیت میکنه آدم. خب سوال بعدی، یه سوال دیگه غیر از این بیشتر نداریم. ورزش مورد علاقه هم چیه؟ شنا، دوچرخ سواری، بدنسازی، فوتبال، پیاده روی. خب میدونم که پری جون اصلا فوتبالی نیست. اصلا فوتبالی نیست اما یعنی اصلا دوست ندارم فوتبالو. ولی شنا و دوچرخ سواری رو نمیدونم. خب ولی پیاده روی و بدنسازی فکر میکنم که دوست داشته باشه. ولی بین این دوتا بازم پیاده روی هست، درسته؟ ببینده جفتش توی سطحه. یعنی خودم هم نمیتونم انتخاب کنم کدوم، پیاده روی یا بدنسازی. جفتشو دوست دارم. جفتشو دوست دارم. خب دیگه چی مونده؟ آخرین سوال. این سوالم بپرسم وای چرا سوال آخری رو انتخاب کردم؟ کاش چیز دیگه بود. چی نزم از کدوم حشره میترسم؟ از کدوم حشره میترسی ها؟ آره از کدوم حشره فکر میکنم حالا قراره بالا حدسم درست باشه، پریده جون از سوز خیلی میترسی. از سوز نمیترسم، چندش هم میشه. آره من اینو میدونم از سوز کار نه نمیترسم، چندش هم میشه میبینم. خب ولی از عنکبوت. از عنکبوت یعنی باورتون نمیشه چقدر میترسم، خیلی اصلا حد نداره. یعنی اون دست و پاهاشو که میبینم مخصوصا اصلا عنکبوت فکر کنید انقدی باشه بزرگ، دست و پاهای بزرگ اصلا من نمیشه از این موجود انقدر میترسم. میاد سمتم یعنی میدم داره میره من آها میترسی. من گفتم سوسکه سوسک چندش هم میشه. بعد از زنبورم میترسم.
از زنخونم خیلی میترسم، بعد از شانس دیدی که من همیشه اتکلونه شیرین میزنم. درسته. این زنبوره میاد سمت من، میری تو پارک میشینی زنبوره میاد، داری راه میری یه دفعه زنبوره دنبالته، یه گل میده میاد، یه شیرین، آره اتکلونه که بوی شیرین میده، عطر شیرینه میان سمتم. آره اینم از سوال آخر رو درست نگفتم. نه سوال آخر، ولی بیشتر سوالا رو مامان همه رو، یعنی اکثرش رو درست جواب داد. این حشره‌ای که نوشتم میترسم، خود مامان از چیز میترسه؟ من میدونم کرم. وای نگو عجیب میترسم. آره یعنی الان چیز که از روپا میام رد شه این خیالمی میزنم فرق میکنم، ولی اون کرم. آره مامان کرم اصلا دوست نداره، اینو میدونم. خب اینم از سوالا. مامان دوست دارم یه سوال قاطی سوال هست از خودت بپرسم. از من؟ آره نظرتو بدونم، نمیخوام خودم هم حدس بزنم، میخوام خودت بگی که بیننده هم بدونم. این سوال که اگر قرار باشه یه قدرت خاص داشته باشی کدومش رو انتخاب میکنی؟ خواندن ذهن آدم ها، پرواز، نامرئی شدن، ارواح رو دیدن. خواندن ذهن آدم ها، پرواز، نامرئی شدن، ارواح رو دیدن. ارواح رو دیدن فکر میکنم ارواح رو دیدن. جدی؟ چرا؟ دوست دارم مثلا خودم وقتی ارواح رو میبینی، البته عزیزان خودم رو دیگه، مثلا مثل پدرم و مادرم و برادرم و اینا رو دوست دارم بخواهم ببینمشون، باهاشون ارتباط بگیرم، حرف بزنم، ببینم تو چه شرایطی هستن، چی کار میکنن. آره اینا خیلی دوست داشتم ببینم. عزیزان جالب بود. آره و ترسی هم ندارم، ما نمیترسم چون نه مثلا از خانواده خودش ترسم، از عزیزاش که نمیترسم. خب بذار ببینم سوالی هست که باز از مامان بپرسم چالشی باشه. خب اونی که فهمیدیم واسه تفریح کبیر میره. بعد کبیر خیلی قشنگه. آره مامان کبیر. مامان کدوم فصل بیشتر از همه دوست داری؟ من فصل بهارو. بهارو دوست داری؟ بهارو منتها همون دوتا چیز ماه اولیشو، فروردین و اردیبهشت. فروردین مخصوصا اردیبهشت. هوا بهشتیه. بهشتیم، اردی بهشت، ما سال چیزه اردی بهشت و اسفند این دوتا. آها دوست داری. از اسفند تا اردی بهشت این سه ماه بهترین پس ساله. سه ماه هم خواهی سر هم اسفند هوا خوبه، نه سرد نه گرمه، متعادله. آره خب دوستان اینم از ویدیو امروز که این برنامه رو فریده جون براتون چیده بود. دیگه گفتم یه سه سوال طرح کنم که چه همه ها من رو میشناسه که بیننده های عزیز هم ببینن. عالی بود، با برنامه های دیگه طرح میکرد. آره خب دوستان ما دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیریم. خیلی ممنون که تا آخر ویدیو همراه من بودیم. هر جا هستی مراقب خودتون باشین تا ویدیو بعد. خدا نگهدار. منم خدافظی میکنم. خدا نگهدار.